آقای امینی، این هم میهنی که از او یاد کردید، چنونده ای که از او یاد کردید، به یک رویداد دیگری هم اشاره کرده. بله. و اون انتشار کتاب اسناد سیا و وزارت خارجه آمریکاست که گویا حاوی اسناد تازه است. شما در برنامه یک کلمه هفته گذشته خودتون فرمودید که در این مجموعه اسنادی است که تا کنون در دسترس ما نبودند. یکی از ناسزاگویان به شما که آماج برخورد شما در کتاب سوداگری با تاریخ هم بوده، سخنان شما رو تمسخر کرده و میگوید که هیچ سند تازه‌ای در این مجموعه نیست. چنین است؟ البته این یادداشت کوتاه این آقایی که ازش یاد کردید نشان میدهد ایشان این اسناد رو نخوانده. این مجموعه اسناد از سه جنبه دارای ارزش بسیار مهم است و تازگی داره. نخست این که بسیاری از پژوهشگران از جمله خود من یا آقای گازیروفسکی یا مارکم برن یا آقای علی رهنما و دیگرانی که درباره 28 مرداد یا درباره رویدادهای دوران زمانداری مصدق و نقش بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کار کردند، به برخی از این اسناد دست یافته بودند، البته با سیاه شدن بخشای از اونها. برخی از این اسناد، همه اونها نه، پیشتر در آرشیو وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شده، برخی از اونها منتشر نشده بود. اونهایی هم که منتشر شده بود و کسانی مانند خود من به اونها دسترسی داشتیم، اسنادی بودند که میتوان گفت 50% بخشی از این اسناد از بین رفته یا سیاه شده بود، یعنی در دسترس ما نبود و باید با گمانه، با تردید در واقع به اون نگاه میکردیم. اهمیت مجموعه اسناد در این است که برای نخستین بار نه یک وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا مانند خانم مدلن در یک دوران کوشش برای بهبود روابط سیاسی با ایران، نه یک شخصیت سیاسی ایالات متحده آمریکا، بلکه بلند پایه ترین مقام یا جایگاه رسمی دولتی در حوزه دیپلماتیک، یعنی وزارت امور خارجه، آن هم در دوران آقای ترامپ، این اسناد رو منتشر کرده. در دوران آقای اوباما از انتشار این اسناد جلوگیری شد، چون باور بر این بود که زیان خواهد رساند و چیزهایی در این اسناد هست که بیشتر از پیش تشویق میکنه این اندیشه رو که ایالات متحده آمریکا و CIA از تدارک بینندگان اصلی کودتای 1332 بودند. این مجموعه چون رسمی است، هر گونه تردید رو از میان میبرد که کسی بیاید و بگوید که این حرفا رو خانم مادلین آلبرایت زده، این حرفا رو فلان کس زده، این جنبه رسمی نداره. وزارت امور خارجه آمریکا هم با همکاری سازمان CIA مجموعی رو که همه اسناد رو در بر نمیگیره، نزدیک 1000 صفحه است، اینها رو که بخشی از اونها پیشتر منتشر شده بوده در کنار هم نهادن و در لابلای اونها اسنادی رو قرار دادن که بسیار جالب است. بنابراین نخستین جنبه با ارزش این مجموعه اسناد در این است که رسمی است و جای تردید نیست. مثلا گزارشی که از سوی ویلبر در سال 2000 به چاپ رسید، نخست در نیویورک تایمز و سپس در بارها چاپ شد، هیچگاه CIA نپذیرفته بود که این گزارش گزارش رسمی است. این مجموعه نشان میدهد که گزارش ویلبر، چه گزارش ویلبر پس از کودتای 28 مرداد، چه گزارشی که ویلبر و نورمن از نیکوزیا برای CIA و MI6 میفرستند، اینها گزارش رسمی بوده و اگرچه در اینجا اون گزارش بازگو نشده، ولی اشاره به خود گزارش میشود. جنبه دوم بسیار با اهمیت این مجموعه در این است که برخی از اسنادی که پیشتر در دسترس ما بوده و اونها شاید 50-60% سیاه شده بود، اینها دیگر در دسترس ماست، یعنی آشکار شده. و اما در لابلای مجموعه اسناد
سندهایی وجود داره که تا به امروز آشکار نشده بود. ما میدانستیم که چنین چیزهایی وجود دارد ولی با تردید و شک و گمان. من چند نمونه رو خدمتتون میگم تا اندکی روشن کرده باشم که چرا میگم که جنبه های تازه‌ای دارین. شما تمام اسناد خوندین؟ بله، من همه اسناد رو تا 1000 صفحه بوده. بله، تا دیشب ساعت امروز بامداد ساعت 4 صبح این اسناد رو نخوابیدین. نه خیر. این اسناد به پایان رسوندم و یادداشت‌های زیادی هم برداشتم. من یک نمونه از این اسناد رو برای اینکه پاسخی هم باشد با این آدم‌هایی که بدون بررسی و بدون دانش از مسائل و کارهایی که میکنند که برها بعضی از هممیهنان ما میگن شکمی. بله، همین که میگید. بله، ببینید، در بام در تقریبا میتوان گفت پیش از در شامگاه، در شامگاه روز 24 مرداد، شامگاه روز 24 مرداد، مرکز CIA از تهران یک تلگراف فرستاده برای ستاد CIA در لندلی نزدیک واشنگتن در ویرجینیا. عنوان تلگراف چیه؟ به زبان انگلیسی: الحمدلله. با این عبارات شروع میشه، ال ای ال بعد حمدلله، الحمدلله. با این شروع میشه، یعنی یک کسی که با فرهنگ ایران و زبان عربی و فارسی و اسلام آشناست این رو فرستاده. چرا میگه الحمدلله؟ میگه که late last night، شب پیش، یعنی شب 24 23 مرداد، بذاری انگلیسیش اول بخونم: late last night accompanied by kisses from Iranian source, we informed papers brought by. بعد اسمش میگه classified هست و ادامه میده. میگه این اسنادی رو برای ما آوردن، کپیشو، همراه با بوسه هایی در، یعنی بسیار لذت بخش، کسی از منابع ایرانی به ما اسنادی رو آورد به پیش ما، پیش CIA، که این اسناد استش در اختیار آقای زاهدی است و این کسی که آورد اسمش کلاسیفایده، این باتمانگلیچ، این فردی که در اینجا اسمش نیامده آقای باتمانگلیچ است. منظور فرمانهای شاه است. دو فرمانی است که شاه نوشته، یکی برای برکناری مصدق و دیگری فرمان نخست وزیری زاهدی. این رو هنوز به نخست وزیر ایران ندادن، این رو اول بردن سفارت آمریکا به CIA تحویل دادن. در روز 23 مرداد این رو بردن و CIA گزارش داد الحمدلله روز بعد. میگه که به نظر میآید که همه چیز آماده پیشرفت است. Action scheduled midnight tonight. یعنی برنامه ریزی کار برای نیمه شب امروز آماده شده. در این نیمه شب چه اتفاقی میفته؟ آقای باتمانگلیچ با فرمان برکناری مصدق به خانه مصدق که کاخ نخست وزیری هم بوده میرود. این رو CIA ساعتها پیش از اینکه باتمانگلیچ برود و فرمان شاه رو برای برکناری مصدق، حالا خود فرمان مورد بحث کار ندارم، فرمانده عوض شده، ابلاغ بکنه، این رو اول برده به CIA و CIA گزارش رو به واشنگتن فرستاده، به ویرجینیا فرستاده و بعد میگن هیچ نقشی نداشتن، اصلا آگاه نبودن. حالا بالاتر از این میگوید که earlier meeting، دیدارهای پیشین با زاهدی. ببینید، آقای اردشیر زاهدی در یادداشت ها، خاطراتش و همچنین پدر ایشان منکر این شدند، گفتند دروغ محضه که آقای فضل الله زاهدی، سپهبد زاهدی، با مقامات آمریکایی یا CIA به طور پنهان در هفته های پیش از
28 مرداد دیدار کرده. گفتن چنین چیزی نیست اصلا. در گزارش ویلبر آمده بوده ولی خود آقای زاهدی میگه اینا دروغ بوده. این گزارش سیایی میگوید در دیدارهای پیشتری که با آقای زاهدی داشتیم، خیلی این نکته جالبه که ایشان نشان دادن که آماده گرفتن قدرتن، اما یک رشته برنامه‌هایی در پیش دارن که اینها رو باید ما کوشش کنیم که یه مقدار ایشون نرمش نشون بدن. مثلا ایشان در مورد مردم زحمتکش، مردم فقیر صحبت میکنن. خب بر روی میفهمیدن این مسئله رو زاهدی گفته و ایشون میگفتن که ما باید به ایرانیان کمک کنیم که کشاورزی اونها رو مکانیزه کنیم و کمک کنیم به برابر شدن درآمد فقیر و توانا در ایران و یه رشته درخواستایی که میکردن و در پایان می‌نویسه که ما باید به آقای زاهدی یادآوری کنیم که از این بلند پروازی‌ها نکنه. فعلا مسئله ما برانداختن مصدق، این بحثا رو بگذاریم کنار و باید به ایشان ریالیستیک گایدنس بدهیم، یعنی یک راهنمایی واقع بینانه به ایشان بکنیم. این نمونه‌ای از اسناد. سند دیگری وجود داره، چندین سند در این زمینه هست. یکی از این اسناد خیلی جالبه، سندی است که ما میدانستیم چنین اتفاقی افتاده ولی خود سند رو ندیده بودیم، که در ماه مارس یا در فروردین، در نهم فروردین سال 1331 آقای قوام السلطنه از سفیر آمریکا در فرانسه خواسته با همکارانش در هتلی با او دیدار کنند. دو نفر دیگر هم که آدم‌های بلندپایی در دولت افغانستان هستند به عنوان میانجی در این دیدار بودند و ببینید هم مقدمات برانداختن مصدق است. اسناد دیگری باز در این مجموعه است که یکی از مهمترین اونها گزارشی است که شاید پیش از این فقط یک سوم اون رو در دست داشتیم و اون گزارش که در روز دهم اسفند، یعنی پس از رویداد نه اسفند 1331، در روز دهم اسفند CIA به لندلی فرستاده و در اون گزارش میدهد که مهمترین چالشی که در ایران در حال شکل‌گیری است درگیری کاشانی با مصدق است و باید ما جانبداری کنیم و در اونجا آگاهی‌های رو ظاهراً در اختیار میدهند که میگویند که با تقلب مصدق جلوگیری کرده از اینکه کاشانی نماینده اول تهران بشود. اینها رو CIA گزارش میدهد. اینها همه نشان میدهد که تا چند اندازه در ژرفای دگرگونی‌های سیاسی ایران دست داشتند. بنابراین ما به جای اینکه بپردازیم به این درگیری که کودتا بوده اینام به غیره، بپذیریم همان گونه که آقای تیلرسون در سخنرانی هفته گذشته خودشون از دگرگون کردن دولت در ایران، انتقال قدرت سیاسی در ایران سخن گفتن، البته در مورد جمهوری اسلامی موضوع دیگری چون حکومت یک تبهکار بسیار تبعیض‌گراست، در اون هنگام هم بر پایه بسیاری از این اسناد که من زمان کافی برای توضیح اونها رو ندارم، یک برنامه‌ریزی خیلی آشکاری برای دگرگون کردن دولت ایران وجود می‌داشته که خوشبختانه امروز دیگه کسی نمی‌تواند اونها رو کتمان کنه. آقای امینی، عرض کنم که هفته گذشته شما اشاره کردید گذرا به مقاله، به تحلیل تایمز چاپ لندن. بله. و شما این تحلیل رو آغاز فرود قدرت در ایران دانستید. قدرت تیمورتاش منظورتونه؟ تیمورتاش. شما رفتید، یعنی شما دیگه رفتید از 28 مرداد؟ من جلو جلو رفتم. بله، اصلا من متوجه این سفر نه خط خودم نتونستم بخونم. سفر فکری شما نشدم. خب منظورتون این که ما بازگردیم به این و توضیح ندادید. آه بله، دیگه این جای خطم خوبه. خب. و توضیح ندادید که موضوع این مقاله چه بوده و چه تأثیری بر شخص رضاشاه داشت. ببینید، من در هفته گذشته پوزش میخوام از همیهنان که گفتگو بر سر این دو بخش آغازین برنامه به درازا کشید و ما وعده داده بودیم که امروز به تیمورتاش بپردازیم، هفته آینده حتما چنین خواهیم کرد. ببینید، من اشاره کردم به اینکه فراز و فرود تیمورتاش در این دوران چگونه بوده و اشاره کردم که
به دلایلی که به ویژه در این برنامه امروز در نظر داشتم در موضوع برخورد مسئله بحرین و نفت نشان بدم که تا چه اندازه تیموتاش با دولت بریتانیا گلاویز شده بوده، درگیری داشته، دولت بریتانیا تیمورتاش رو موی دماغ خودش می‌دانسته و فکر می‌کرده که تا هنگامی که تیمورتاش سر کار هست اونها نخواهند توانست در کنترل دولت ایران نقش برجسته‌ای داشته باشند. یعنی برخلاف برداشت‌هایی که مطرح شده، تیمورتاش روی همرفته یک شخصیت میهن‌پرستی بوده که کوشش می‌کرده، البته با همه جنبه‌های منفی که در شخصیت او بوده، در برابر بریتانیا بیسته. این است که بریتانیا با یه درایتی تصمیم میگیرد که تیمورتاش رو اگر نمیتوان از راه درگیری مستقیم و یا بدگویی پیش رضا شاه برکنار کرد، بیاییم و از راه خوشگویی او رو برکنار کنیم. و این از شگردهای بسیار زیبا به مفهوم واقعا توانای این دولت پرکار و پرسابقه بریتانیا بوده. در اون هنگام تیمورتاش جایگاه بسیار بلندی داشت، یعنی همه کاری دولت در ایران بود و رضا شاه تقریبا کاری رو نبود که به اون نسپرده باشه. قلب و روح و مهر و همه اعتماد رضا شاه رو هم در دست داشت. البته هر فرمان روای خود کامهی نسبت به پیرامونیان خود بدبین هست و کوشش میکنه اونها رو کنترل کنه. رضا شاه آدمی مانند مخلص سلطنه هدایت رو به نخست وزیری برگزیده بود که یک بله قربانگو بود و آدمی نبود که اصلا هیچ گونه مقاومتی در برابر هیچ موضوعی در برابر رضا شاه از خودش نشان بده. تیمورتاش چنین نبود. نه این است که او مقاومت در مقابل رضا شاه میکرد، او در واقع مغز رضا شاه بود. او در واقع کسی بود که خیلی از مسائلی که رضا شاه بعدها به او یا در همون دوران به اون دست میزد، مانند از جمله مسئله راهن و یا درگیری یا افزایش نیروی دریایی ایران و چیزهایی از این دست، رو به رضا شاه تفهیم میکرد. آدم بسیار باهوش و با دانش و آگاه از مسائل جهانی بود. بنابراین دولت بریتانیا بران شد که تیمورتاش رو از راه ستایش براندازه. مقاله‌ای در مجله تایمز منتشر شد که در اون عنوانش این بود: تیمورتاش. روزنامه بود یا مجله؟ مجله بود. منتشر شد که در اون گفته بود که تیمورتاش مرد اول کشور ایران. این تایمز لندنه، مجله نیست، روزنامه است. پوزش بخوام روزنامه است. بله. تایمز مجله، تایمز آمریکاست. این مال لندن است که تایمز هست. مقاله منتشر شد ظاهرا با یک نام یکی از این نویسندگان مجله، ولی با ستایش از تیمورتاش که آدم اصلی مملکت ایران واقعا تیمورتاش. و در این مقاله آمده بود که رضا شاه کهنساله، حالا ببینید این نزدیک 10 سال پیش از پایان پادشاهی رضا شاه، ولی رضا شاه کهنساله و فرزند او ولیعهد هم خردسال هست و اگر رضا شاه بمیرد، درگذرد، تیمورتاش همه کاری ایران خواهد شد و رجال و بزرگان بریتانیا باید با تیمورتاش کنار بیان. ببینید این ظاهرا تعریف از تیمورتاشه، ولی در واقع داره به رضا شاه پیام میده آقا این مرد در پناه، در نشسته آماده است که شما در بگذارید، حالا به طور طبیعی یا غیر طبیعی، تا عملا یک کتاز سیاست ایران بشه. و در واقع از زبان سیاستمداران انگلیسی که تایمز دیدگاه اونها رو منتشر میکرده، بازگو میکرده، مطالبی رو منتشر میکنن تا دشمنان تیمورتاش به ویژه آدم هایی مانند آیروم اینها بروند و این نوشتار رو به رضا شاه نشان بدهم. ببینید انگلیسی ها هم دریافتن که ایشان کمین نشسته است که شما در بگذارید یا شاید شما رو سربریز کنه و خودش همه کاره کشور بشود. انگلیسی ها معتقد هستند که تیمورتاش همه کاره کشور است. فرود تیمورتاش از این زمان آغاز میشه.
یعنی از این زمان است که شاه به خودش میاد که بله این تیمورتاش در کمین نشسته، در حالی که تیمورتاش هیچ نشانی از این رو در دست نگذاشته. البته طبیعی است که آدمی مانند تیمورتاش با اون استعداد توانایی ها بدش نمی آمد که همه کار ایران بشود، به ویژه این که در یه دوره آغازین هم گرایش به جمهوری داشت. بنابراین تیمورتاش رو کنار نهادن. این مقاله تایمز تدبیر سیاست کهن بریتانیا برای کنار نهادن تیمورتاش بود که البته تیمورتاش خودش هم به این بازی کمک کرد با این کاری که کرد. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. در ضمن به پرسش دیگر یکی از بینندگان ما در مورد بحرین پاسخ بدهید. شما امروز بامداد به من گفتید پرسش دیگری هم رسیده در مورد تیمورتاش که همیهنی گفتن که بله اونم هستش. بله اون رو اگر وقت داری چون به این مربوط میشه من به بحرین به هفته دیگه بپردازم. به این بسیار این دیدگاه این شنونده این است که آیا تیمورتاش مهندس و معمار اصلی خودکامگی و تمرکز قدرت فردی در ایران بوده یا او مهندس و معمار اصلی پروژه های مدرن سازی و پیشرفت عصر رضاشاهی؟ به علاوه شما از مرگ دردناک تیمورتاش در زندان در 1312 سخن گفتید، ولی به کسانی که با پشتیبانی تیمورتاش به زندان افتادند یا تبعید شدند اشاره نکردید. آیا آگاهی های در این زمینه در دست است؟ جناب مهدی در این جای گفتگو نیست که تیمورتاش شریک همه دردهایی است که ما در اون دوران داشتیم، یعنی چه در مهندسی انتخابات با دخالت آشکار از بالا و دادن سیاهه برای اینکه چه کسی میتواند به مجلس راه پیدا بکند، چه در گزینش کارکنان وزارتخانه ها و چه در گرفتن مخالفان و زندان کردن اونها اندرزگو و همراه پادشاه بوده. در این جای گفتگو نیست، هیچ کس نمیتواند این گونه برداشت کنه از آنچه که من در دو هفته گذشته گفتم که تیمورتاش شمس وزیر بوده و آدم خوبی بوده، دلش میخواسته کارهای نیکی انجام بشود و یه قمر وزیر دیگری بوده که این کارها را انجام میداده. نه، قمر وزیر کی بوده؟ گویا در داستان معروف امیر ارسلان بود. چه بود شمس وزیر و قمر وزیر داشتیم، یکی خوب بوده یکی بد بود. حالا من درست یادم نیست، از بچگی چیزایی به یادم مونده، ولی تیمورتاش نفر دوم پس از رضا شاه بود. اصلا بسیاری از کارهایی که رضا شاه انجام میداد بدون اندرز تیمورتاش شدنی نبود. یه کمی برگردیم به تاریخ نگاه کنید، این آدمی است که خانزاده نیست، اگرچه به او گفته بودن خان نردینسکی، این رو به این دلیل برای خودش هم برای خودش انتخاب کرده بوده، چون در مدرسه ای که در سنت پیترزبورگ میرفته شماری از بزرگزادگان، خانزادگان و شاهزادگان جاهای دیگر بودن، به اینها در زبان روسی به عنوان مثلا خان نخجوانسکی، چون از نخجوان آمده بودن، به این گونه اشاره میکردن. او هم برای خودش سابقه ای ساخته که منم از نردین هستم و خان نردینسکی هستم. سه دقیقه وقت داری. بله، این آدمی با این برحال پیشینه که در سنین بسیار پایین پس از درس خیلی خوبی که خوانده بوده به مجلس دوم راه می‌یابد و در مجلس سوم و چهارم هم انتخاب می‌شود و سپس می‌شود والی گیلان و در گیلان سرکوب شدید می‌کند مخالفان رو. در این جای گفتگو نیست و یکی از دلایل سرکوب جنبش میرزا کوچک‌خان کارهایی بوده که تیمورتاش در اونجا انجام داده. ولی آدمی است بسیار بسیار دانا، در واقع رضا شاه درس خوانده است و این آدم در سال 1300 هنگامی که کودتا 1299 روی میدهد عضو فراکسیون حزب سوسیالیست در مجلس هست، یعنی با مجلس
با جناح چپ مجلس همراهی میکنه و سپس هنگامی که والی کرمان میشود نامه ای نوشته به تقی‌زاده که دوران سوسیالیسم در ایران هنوز زود است، یعنی ایران برای سوسیالیسم زود است، آرمانهاشو میپذیره و میگه بیایید و با هم یک حزب لیبرال دموکرات درست کنیم. چنین آدمی به راستی مهندس بسیاری از کارهای پیشرفته اون دوران است و نخستین کسی است که موضوع کاهش سهم بریتانیا رو در شرکت افزایش درآمد ایران رو از شرکت نفت ایران انگلیس مطرح میکنه، راهن رو مطرح میکنه، کشف حجاب رو مطرح میکنه، درگیری با آخوندها رو به عنوان نیروی ارتجایی جامعه مطرح میکنه و خیلی چیزهای دیگر. اما در این حال مهندس استبداد خودکامگی در جامعه هم هست، منتها با یک نوع درایتی، یعنی واقعا باور داشته که بدون تمرکز قدرت در دست رضا شاه و حلقه زدن پیرامون رضا شاه گروهی از روشنفکران، ما نمیتوانیم به دستاوردهای انقلاب مشروطه برسیم یا به آرمانهای انقلاب مشروطه دسترسی پیدا بکنیم. این یک اندیشه روشن سیاسی است و در این راستا کارهای نادرستی هم از تیمورتاش روی میدهد. ارزیابی من در این است که تیمورتاش در این دوران جنبه مثبت کارهای او بر جنبه منفی کارهای او میچربد، یعنی او اگرچه شریک خودکامگی و بسیاری از سیاهکاری های اون زمانه است و اگرچه در زمینه اخلاقی و زمینه های مالی هم میتوان گفت که شریک است در بسیاری از کارهای بدی که در جامعه انجام میشود، ولی روی هم رفته آدمی است که یک نوع نگاه بسیار پیشرو نسبت به آینده ایران داره و توانایی ویژه‌ای هم برای رسیدن به این جایگاه برخوردار است. و این است که من کوشش دارم میکنم که بیشتر این آدم رو بشناسیم و جایگاه او رو دریابیم. به ویژه در برخورد با دولت بریتانیا باید گفت که در این دوران 7 ساله 1305 تا 1312 6 سال 7 ساله نماد مقاومت ایرانیان در مقابل کارهایی است که بریتانیا سالهای درازی رو در ایران انجام داده. خیلی ممنون. سپاسگزارم. آقای امینی عزیز، بحث بحرین در هفته آینده. حتما. خیلی ممنون ازتون و ممنون از همیهنانی که به این برنامه هرچه بیشتر توجه دارند و حتی کسانی که دشمنی دارند با ایران پژوهان. از آقای امیر خیلی متشکرم، کارگردان برنامه.